پروردگار حکیم. اگر لحظاتی به هستی پیرامون خود بیندیشید، هیچ گونه خلل، امور بیهوده و باطلی در آفرینش مشاهده نمی کنید، چرا که پروردگاری حکیم و با حکمت آفریننده این جهان می باشد. حکیم به کسی گفته می شود که کارهایش بسیار محکم، استوار و بدون هیچ گونه آشفتگی و تناقض باشد. از همین ریشه حکیم است که می گویند ساختمان محکم یعنی اینکه بسیار محکم و خوب ساخته شده است. حکیم کسی است که تمام سخنان و کارهایش درست و صحیح هستند و در تدبیرهایش هیچ عیب، نقص و لغزشی وجود ندارد. همچنین فرد حکیم هر چیز را در خلقت، آفرینش و دستوراتش در جایگاه شایسته خودش قرار می‌دهد و در امور اصول، مقدمات و سرانجام کارها از اطلاعات بسیار وسیع و گسترده‌ای برخوردار می‌باشد. به گونه ای که هیچ کس نمی‌تواند در کارهایش اشکالی وارد کند یا حکمتش را زیر سوال ببرد. همچنین فرد حکیم هیچ کار بیهوده‌ای را که در آن مصلحت و حکمتی وجود نداشته باشد و یا انجامش حکمتی نداشته باشد انجام نمی‌دهد، بلکه تمام افعالش از حکمتی بزرگ و عمیق برخوردارند. باید دانست که الله متعال در آفرینش و تمام کارهایش از حکمتی کامل برخوردار است و به معنای واقعی کلمه حکیم می باشد. نگاهی به آسمان و زیبایی هایش بیندازید. و السماء بنیناها بأید و انا لموسعون. ما آسمان را با استحکام و قدرت بنا ساخته ایم و همواره آن را وسعت می بخشیم. به زمین و گستردگی آن نگاهی بیندازید. والارض فرشناها فنعم الماهدون. و زمین را برای زندگی مردم پهن کرده و گسترانیده ایم و چه آماده کنندگان خوبی بوده ایم. همچنین در سایر آفرینش های الله با حکمت بیندیشید و تدبر نمایید. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلكم تذکرون. و ما از هر چیز یک جفت آفریده ایم تا اینکه شما با تدبر در عظمت پروردگار پند بگیرید. از طرفی دیگر الله متعال در اوج حکمت قانون گذاری می نماید و شریعت نازل می کند. به هیچ چیز دستور نمی دهد مگر اینکه علاوه بر پاداش آخرت در آن خیر و مصلحتی وجود داشته باشد. لذا دین الهی سراسر عدل، رحمت، مصلحت و حکمت است. الله متعال بر اساس حکمت کامل خود بندگان فرمانبردارش را اجر و پاداش می‌دهد و این کار باعث افزایش طاعت و بندگی آنان می‌گردد. همچنین بر اساس حکمت کامل خود بندگان نافرمانش را تنبیه و مجازات می‌کند و این کار باعث خودداری آنان از گناه و معصیت می‌شود. و پر واضح است که در این ثواب و عقاب چه مصلحت و منفعت بزرگی برای انسانها جهت بهتر زندگی کردن نهفته است. و ازلفت الجنة للمتقین و برزت الجحیم للغاوین. در روز قیامت بهشت برای پرهیزکاران نزدیک گردانده می شود و دوزخ برای گمراهان آشکار گردانده می شود. از طرفی دیگر می توان حکمت کامل الله متعال را در تعیین تقدیر و سرنوشت انسان ها مشاهده نمود. باید دانست که هر آنچه الله متعال در تقدیر و سرنوشت معین نموده است فقط خیر و خوبی برای ما به ارمغان می آورد، اگرچه مردم تصور دیگری داشته باشند. الله متعال می فرماید و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم
والله يعلم وانتم لا تعلمون. چه بسا شما چیزی را ناپسند می‌دارید در حالی که آن چیز برای شما خیر و خوبی به ارمغان می‌آورد. همچنین چه بسا شما چیزی را دوست داشته باشید در حالی که آن چیز برای شما بد باشد. شما باید بدانید که الله متعال مصلحت‌ها را می‌داند و شما نمی‌دانید.